بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پیوند دهنده قلب ها و جان ها برنامه امشب آغاز میکنیم. عرض سلام، درود و احترام و سبدی از گل تبریک به محضر یکایی که شما بزرگواران داریم. لبهای من خندان است و دلهای من سراسر از سراسر شادی و غرق نور، به خاطری که در ایام ولادت نورانی حضرت زینب سلام الله علیها قرار داریم. به همه شما بزرگواران، علل خصوص همراهان عزیز، مادران، خواهران و همسرانی که این برنامه را بالاخره امشب همراهی میکنن، موضوع برنامه هم بسیار مناسب هست با این ایام. ایام بسیار شادی هست و یکایی که شما بزرگواران تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که برنامه امشب با حضور جناب استاد موسوی عزیز با موضوع مهارت‌های زندگی بتانه پاسخگوی بخشی از سوالات ما در راه داشتن زندگی بهتر بوده باشه. سلام علیکم استاد، تبریک عرض میکنیم، بسیار خوش آمدید. و علیک السلام، محضر شما و همه بینندگان عزیز عرض تبریک و تهنیت داریم. ولادت با سرسعادت اخیلة العرب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو، اون حضرت که افتخار ما مسلمانان و الگوی جاودان برای همه خانواده ها. در رابطه با این روز فرخنده حیفم میاد این جمله رو عرض نکنم که حضرت زینب سلام الله علیها در این حالی که اون مهر خواهری، مهربانی و محبت رو نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام و خاندان مطهر اون حضرت و تمام اسرایی که در حادثه کربلا به اسارت رفتن بذل کردن، عالی ترین و زیباترین و محکمترین مفاهیم سیاسی و اجتماعی را هم در همون زمان از نگاه زیبای اهل بیت علیهم السلام برای ما عملا تعریف کردن و آموزش دادن که یکی از اون مفاهیم ظلم ستیزی بود و رسوا کردن ظالمان. انشاءالله مسلمانان هم مخصوصا در این ایام توجه به این درس بلند حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داشته باشد و از مظلومین جهان، اونایی که امروز زیر چکمه های دشمنان دین دارن له میشن در غزه و در فلسطین و جاهای دیگر، با حضورشون در فضای مجازی یا در تظاهراتی که بر علیه دشمنان دین انجام میگیره، انشاءالله به این درس بلند عمل کنیم. انشاءالله بسیار تشکر استاد، باز هم تبریک عرض میکنیم، خوش آمدین برنامه خودتان و موضوع بسیار جذاب که عزیزان همراه هم حتما منتظر هستن که گفتگوی امشب آغاز بشه و در مورد مهارت‌های زندگی، مهارت‌های بسیار زیادی توسط حضرت عالی عنوان شد و در واقع نکاتی که بسیار ارزشمند بود برای مخصوصا زوج‌های جوانی که این برنامه رو می‌بینند و شاید واقعا مشکلاتی که به ظاهر بسیار مشکلات بزرگی می‌رسید ولی با این نکات و یادآوری حضرت عالی توانستند حل کنند و زندگیشان هر روز بهتر از روز قبل به پیش ببرند. در خدمت شما هستیم استاد، ادامه مهارت‌های زندگی و شام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسات قبل همونطور که اشاره فرمودین یک سلسله از مهارت‌ها تحت عنوان مهارت‌های زندگی بیان شد. بله. اساس این بحث این بود که در رساله شریفه امام سجاد علیه السلام ما خواندیم که حضرت به ما فرمودند که زندگی موفق دست یافتنی نیست، همینجوری، بلکه ساختنیه. احسنت. یک سلسله مهارت‌های رو ما باید یاد بگیریم. تا اینجا 5 مهارت از مهارت‌های زندگی رو نقل کردیم، از روایات، از آیات نورانی قرآن کریم، از فرمایشات بزرگان دین عرض کردیم. یکی دیگر از مهارت‌هایی که در زندگی بسیار می‌تواند تأثیرگذار باشد و برای همه اعضای خانواده آرامش رو برمغان بیاره، عبارت است از اینکه زن و مرد در فضای زندگی روی صفات و ویژگی‌های مثبت همدیگر بیشتر تمرکز کنند. تمرکز روی صفات مثبت و ندیدن صفات و ویژگی‌های منفی. در قرآن کریم داریم که خداوند متعال می‌فرماید، مخصوصا در همین موردم هست، یعنی در مورد زن و شوهر، که وعسى ان تكرهوا شيئا
و یجعل الله فیه خیر کثیر. آیات سیاقش اینه که با یک دیگر رفتار محترمانه و معروف داشته باشید. به زن و شوهر این توصیه رو و این دستور رو خداوند متعال میده. بعد در ادامه میفرماید اگر شما از یک دیگر کراهتی دارین، چه بسا شما از یک چیزی مثلا کراهت دارین و دوستش ندارین، ولی خداوند در او خیر فراوانی قرار داده. مثلا فرض کنید، یک مثال بزنم، طرفی که مریضه، یک دارویی را آوردین مثلا برای این مریض، وقتی به این دارو نگاه میکنه و تلخی این دارو یادش میاد، ذائقش کراهت داره از این دارو استفاده کنه. بله. اما خداوند متعال آثار در این دوا قرار داده که وقتی طرف استفاده میکنه دردش مداوا میشه. و هزاران مسئله دیگر در زندگی مشترک هم خداوند متعال میفرماید که زن و مرد مثل لباسن نسبت به یک دیگر، مثل دواهن نسبت به یک دیگر. اینجوری فکر نکنن که هر چیزی رو ذائقه ظاهریشون پسندید همو هم به خیر و سعادتشون ختم میشه. اینجوری نیست، بلکه وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. این احتمال هم نیست. و یجعل الله، جعل خداوند همون جعل تکوینی است، یعنی خداوند واقعا این خیر کثیر رو قرار میده. لذا ما در روایت داریم که اگر کسی به خاطر صرفا جمال و زیبایی یک زن یا صرفا به خاطر مال او و ثروتش با او ازدواج بکنه، از اون زن خیر نمیبینه. ولی اگر به خاطر تدین و تقوا و صفات و ویژگی های برجسته انسانی که در وجود او نهفته شده با او وصلت بکند، ازدواج بکند، خداوند متعال مهر و محبت و عشق و علاقه هم به این زن و شوهر عنایت میکنه. بله، یعنی نمیگیم که انسان نباید با افرادی که زیبا هست ازدواج بکنه، اینو نگفتیم. ما میگیم که تمام معیار نگاه به ظاهر نباشه. مثبت اندیشی معنیش اینه که انسان وقتی مثلا حالا آمده در زندگی دچار یک چالش هایی شده، از هر مشکلی که در زندگی هست، هر اتفاقی حتی بدی که در زندگی میفته، با یک نگاه مثبتی بتواند یک فرصت بسازه. معنای مثبت اندیشی اینه که انسان یک نوع از تفکر رو در زندگی پیاده بکند که تمام زندگی رو زیبا ببیند. همون احسن و تقویمی که قرآن اساس خلقت رو بر اساس او میبینه. خداوند متعال تمام جهان خلقت رو زیبا آفریده و خیر محضه. ما در جهان هیچ شری نداریم. شما هر چیزی که تصور بکنید، حتی بدیها، شرهایی که ما در زندگی میبینیم، این شرها یک وجهی و یک صورتی از شر داره. به عبارت دیگر، برداشت ما از قضایا و حوادث است که جهان بینی ما رو میسازه. وگرنه ما در این حوادثی که پیرامونمون میگذره ممکن است با یک تحلیلی، با یک توضیحی، با یک توجیهی بتوانیم یک توجیه مثبت نسبت به اون حادثه‌ای که پیش آمده داشته باشیم. مثلا طرف آمده بیرون از خانه، هر کار میکنه وسیله نقلیه روشن نمیشه. این از نظرش چیه؟ یک حادثه ایست که اتفاق افتاده. وقتی این آقا این حادثه رو نگاه میکنه فکر میکنه چقدر کار بدیه این. تصورش اینه دیگه. بله. اما وقتی یک مقدار دقیق تر به پس این قضیه و حادثه راه پیدا کند، میبینه که نه، واقعا اگر این ماشین خراب شده یک حکمتی داشته. اگر این ماشین خراب نمیشد، موتور خراب نمیشد، از کار نمیافتاد، شاید یک تصادفی برایش پیش میامد که جانش در خطر بود. تمام امور زندگی رو، حالا مثلا در زندگی فرض کنید که خداوند یک زنی یا یک شوهری برای این فرد داده که 100% مورد رضایتش نیست. خب چرا مورد رضایت نیست؟ چون همیشه به اون صفات منفیش نگاه میکنه. خب به صفات مثبتش هم نگاه کن دیگه. یعنی همیشه اون نیمه خالی این ظرف رو میبینه. هزاران صفت مثبت داره، چرا به اونا نگاه نمیکنی؟ قرآن کریم میفرماید که اساس این، عرض کنم خدمتون که تعارضهایی که در زندگی گاه پیش میاد، بسیاری از اینها سوی زن، بدبینی که حالا طرف واقعا ناخواسته توش افتاده. بله. به خاطر چی؟ به خاطر این که این مهارت رو نداشته که آقا شما صفات مثبت همدیگر رو هم ببینید.
ما داریم، حتی کارشناسان خارجی هم همینو گفته که در روزهای قبل ما اشاره کردیم که این منفی بافی هایی که ما در زندگی گاهی داریم ریشش یک بدی واقعی نیست، سوی زنده، سوی برداشته از یک فرد، از رفتار یک فرد. مثلا میگم حالا شما تصور کنید رفتین مهمانی، خانواده‌های محترم زیاد با این چالش ها روبروی، حدودا یک دقیقه آره، رفته تو یک مهمانی، بعد از مهمانی که برگشتن میگه که دیدی که تو هم به شوهرش میگه به خانواده من هیچ احترام قائل نبودی. میگه چطور؟ میگه شما سلام برادر منو جواب ندادی، تو یک آدمی هستی که اینجوری مغروری. ببین طرف الان تازه متوجه میشه که اون در صحنه برای من سلام کرده بوده و اصلا نشنیده، متوجه نشده. منظورم اینه که این سوی زن و سوی برداشت سبب میشه که یک منفی نگری در زندگی به وجود بیاد. خب ما بیایم جلو این سوی زنها رو بگیریم، آیات فراوانی در این زمینه وجود داره که اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، مردم زن و مرد اجتناب کنید از سوی زن. خیلی از این سوی زنها واقعا گناهه، گناهی هم هستش که به آسانی جایش جبران نمیشه، خیلی وقت دچار یک سلسله مشکلات عمیق خانوادگی میشه. بله بسیار تشکر استاد. من فکر میکنم که بس مثبت اندیشی که حالا شما انشالله بعضی از بله، نظرات دانشمندان حتی غربی رو هم انشالله عنوان خواهید کرد و من هم سوالی هم دارم از در همین رابطه، در بخش بعد ادامه خواهیم داد و از عزیزان هم میخواهیم که بحث ما رو دنبال کنن انشالله. و انشالله تا آخر برنامه منتظر بمانند ببینیم نتیجه بحث چی خواهد شد. با شما هستیم وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی. قبر حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه در دمشق است. در کشور سوریه در شهر دمشق. صبر و استقامتشان، پایداری، صبر، بردباری، حجاب، عبادت، همه چیزهایی که ما دوست دارم و میخوایم که مثل حضرت زینب باشیم. حضرت زینب بزرگترین ویژگی که داشت که در ذهن من میرسه همون حجاب حضرت بود، که همیشه حضرت با حجاب بود و تا آخرین لحظه عمرش هم از چادرش نگذشت. عرض درود و احترام مجدد محضر یکایک شما بزرگواران همراهان ارجمند تلویزیون جهانی هادی. در بخش دوم از برنامه امشب به وقت بیداری به محضر شما عزیزان رسیدیم. دوست داریم که ادامه گفتگو را تقدیم شما عزیزان کنیم، اما قبل از اینکه به محضر استاد عزیز برگردیم پل ارتباطی را خدمت شما عنوان میکنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما بزرگواران هست. حتما هر گونه پیامی که دارید، چه به صورت متنی، به صورت وایس و به صورت ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. با شما هستیم در شام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، تبریک عرض میکنیم و یکایک که شما همراهان هست. استاد عزیز در خدمت شما هستیم، ادامه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که عرض کردیم گاهی طرف زنگ میزنه میگه که آقا این شوهر من با فرد دیگر ارتباط داره. من زیاد در مشاوره هایی که داشتم با این موضوع رو بروش بود. بله. بعد این احتمالاً تصمیم داره منو طلاق بده و زندگی ما رو کلن به هم بزنه و یک زندگی جدیدی برای خودش مثلا دست و پا کنه. اینا رو توضیح میده. بعد از نیم ساعتی که ما به حرفای اینو گوش میدیم یک سوال میپرسیم که شما از کجا میگین که شوهر شما با فرد دیگر ارتباط داره؟ میگه از اینجا که برای گوشیش رمز گذاشت، نمیگذارم ما داخل گوشی شوهرم نگاه بکنم و بگردم. خب میگم شما چی نیازی هست که به گوشی شوهرتون دست بزنید؟ نمیگه من باید حتما این کار انجام بدم، اگر نه آرامش نداره. ببینید برادران و خواهران گرامی، این سوی زن، شاید واقعا این آقا هیچ چیزی در گوشی خود چیزی پنهان نداره، فقط زن و گمانه. شاید به خاطر اینکه سر کار همکاراش هی با گوشی ور میره برای گوشی رمز گذاشت، شاید به دلایل دیگری. از کجا شما میگین؟ بعد ما میگیم یقین داری که این با کسی ارتباط داره؟ میتونی قسم بخوری؟ میگه نه قسم که نمیتونم بخورم، یقین ندارم. خب میگم پس زن و گمانه، یقین اینه 100%، زن و گمان به 100% نمیرسه دیگه، 70%، 80% احتمال میده که این آقا با کس در ارتباط باشه.
خب نگاه قرآن اینجا چیه؟ دستور دین چیست در این زمینه؟ خداوند متعال در این زمینه میفرماید اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب بکنید از این گمانهای بیجا. ان بعض الظن اسم، گناه این. یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، پشت سر هم دیگرم نشینید صحبت کنید. گاه وقت خانوما به شوخی میگه، وقتی که ما میگه با هم هستیم 2 ساعت 3 ساعت با هم حرف میزنیم، 90% حرفای ما غیبت از شوهرایمون. بله اینا با هم وقتی میشه، من شب عیدم هست برای شوخیش هم که شده اینو عرض میکنم. خب وقتی که اینا میخوای حرف بزنن حرف کم میارن، بعد اون یکی شروع میکنه غیبت کردن از شوهر خودش، یکی غیبت کردن از شوهر خودش. اصلا شاید صفات ویژگی های شوهرایشون نه دیگه، صفات خوب را اگر بگن که خوبه، اینا صفات بد رو بیشتر میگن. لذا قرآن کریم میفرماید این کار سبب میشود که بنیان خانواده سست شود و ایجاد بدبینی و منفی نگری در زندگی زیاد شود. به عبارت دیگر همونطوری که اشاره کردیم، خیلی از این قضاوت ها نسبت به یک دیگر و بعدش تعارض هایی که پیش میاد، دعواها و اختلافاتی که پیش میاد، ریشه و منشه و اساسش همینه که این مهارت رو به کار نمیبنده. کدوم مهارت؟ مهارت زیبا دیدن این جهان، که از جمله موجودات این جهان شوهر این خانم، بله، یا خانم این آقاست. خداوند متعال میفرماید که تمام اشیاء را من به نحو احسن آفریدم، خیر مطلق آفریدم. ببینید شما اولیای خدا چگونه بودن. من یک نمونه از قرآن نقل کنم، یک نمونه هم از زندگی خود حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که امشب شام ولادت حضرت هم هست. شما ببینید در قرآن کریم وقتی ما مطالعه میکنیم، واقعا سراسر قرآن امید بخشی برای بشره، یعنی همون مثبت نگری نسبت به عالم هستی. خیلی موج میزنه آیات قرآن از این امید بخشی برای انسان ها و نگریشی که اولیای خدا نسبت به عالم هستی داشتن، نسبت به این موجودات عالم داشتن، حوادثی که پیرامونشون اتفاق میفتاد. مثلا من مثال بزنم از سوره مبارکه حضرت یوسف آیه 100. در این سوره، در این آیه شریفه، وقتی جریان حضرت یوسف رو خداوند متعال بیان میکنه، به اینجا میرسه که حضرت یوسف رسید به اوج عزت و شد مثلا عزیز مصر، بله، حاکم مطلق یک منطقه پر از تمدن. بعد برادران حضرت یوسف که یوسف رو در چاه انداخته بود، بعد از اون چاه بیرون آمده بود، به زندان بدتر از اون چاه افتاده بود، اون همه فراز و نشیب ها رو در زندگی برای حضرت یوسف به وجود آورده بود. وقتی برادران حضرت یوسف با پدر و مادرش میاد پیش حضرت یوسف، اینجا حضرت یوسف چی میگه؟ نمیگه که وای به حال شما، چنین چنان خواهم کرد با شما. دست به دعا بلند میکنه، میگه خدا را شکر که خداوند چنین لطف در حق من کرد. انجا بکن من البد، شما را از راه دور برای من رساند و اخرجنی من السجن، من از زندان آورد بیرون. بعد میفرماید که و بین من و برادرانم رو اصلاح کرد به خاطر اون کاری بدی که شیطان انجام داده. ببینید این زندان افتادن خودش رو، در چاه افتادن رو که برادران حضرت یوسف رو داخل چاه انداخت، بله، اینو نسبت نداد به برادران خودش، نسبت داد به شیطان. شیطان اومد اونا رو وسوسه کرد، لذا شیطان مقصره. ببینید چقدر زیبا میبینه این قضیه چاه افتادن. الان برای ما اگه باشه، یکی از بدترین خاطرات زندگی ما در زندان افتادن، اونم با اون وضعیت، یکی از بدترین خاطرات زندگی ماست و هیچ وقت فراموش نمیکنیم. اما حضرت یوسف میاد حمد و سپاس خدا رو به جا میاره. اینه میگن یک نگاه مثبت، مثبت نگری در زندگی. معنای این مثبت نگری اینه که انسان تمام حوادثی که حتی حادثه های بد در حول و حوش انسان اتفاق میفته را یک تفسیر مثبت ازش داشته باشد تا آرامش پیدا کنه در زندگی. نمونه دیگر در مورد خود حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. خب ببینید اوج مصیبت دیگه قضیه عاشورا، بله، همه هزاران بار روزه های شنیدیم و واقعا هم هرچی بگم کم گفتیم، وضعیتی که در کربلا پیش آمده،
اسرایی که همش مسئولیتش به عهده زینب کبرا سلام الله علیها است، با اون وضعیت فجیع حادثه کربلا رو پشت سر گذاشته، در مقاتل در تاریخ نقل کرده، در مقتل خارزی مثلا صفحه 42 این مطلب را آورده که وقت زینب کبرا سلام الله علیها مواجه شد در مجلس یزید ملعون، شروع کرد اونا سرزنش کردن که دیدین خدا با شما چه کرد، چقدر شما خوار و ذلیل شدین، چقدر خدا فلاکت و بدبختی سراغ شما فرستاد. زینب کبرا سلام الله علیها در جواب چی فرمود؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، من به جز زیبایی اونجا چیزی ندیدم. عشق ورزی با خدا، ایثار و فداکاری، شهادت در راه خدا، اینا از نظر شما بده، از نظر ما اوج افتخار یک انسانه و اوج کمال یک انسان است که در دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی و دین در راه خدا به شهادت برسه. اینو میگن مثبت نگری. اینا مورد دیگر و مصداق دیگر از موارد مثبت نگری در عین اولیای خدا. خیلی فراوان داریم اینها رو در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت، ولی چون ما مستقلا این موضوع رو نمیخوایم بحث کنیم، ما فقط در حد اشاره به این که یکی از مهارت‌های زندگی این است که ما زوم کنیم، دقت کنیم به ویژگی‌ها و صفات مثبت یکدیگر، صفات منفی رو هم یک طور مثبت معنی کنیم. توجه کردید؟ بله. این هم یک کمتر از دو دقیقه بسید. بله. این یک ویژگی، یک مهارت از مهارت‌های دیگر که لازمه انشاءالله ما بهش توجه بکنیم. یکی دیگر از مهارت‌ها که خیلی بازم جای بحث داره، اگر رسیدیم انشاءالله امشب همش توضیح میدیم، اگر نرسیدیم انشاءالله در جلسات آینده که در خدمتون بودیم تقدیم خواهیم کرد، مهارتی است که بیشتر برمیگرده به هنر مدیر داخلی خانه، یعنی زن خانه، گرچه که مرد هم در این سهیمه، اما این مهارت بیشتر مربوط میشه به زنان، پس بنابراین بانوان بیشتر دقت کنن. میفرمایند که یک دیگر از مهارت ها عبارت است از ایجاد آرامش یا حداقل حفظ آرامش خانواده. خب در قرآن کریم ما در آیات متعددی نسبت به اهمیت آرامش در خانواده نکته و مطلب داریم. آیه 189 از سوره مبارکه اعراف میفرماید که هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. خداوند متعال شما را از یک نفس واحده ای آفرید، از حضرت آدم، و جعل منها زوجها، خداوند برای او همسر قرار داد. چرا؟ لیسکن الیها، تا به آرامش برسد در کنار او. ببینید اصل خلقت حضرت آدم که ما انسان ها از او به وجود آمدیم چقدر اهمیت داره، منشأ پیدایش و وجود ماست. بله. این اصل خلقت رو، معادل این اصل خلقت رو آرامش در زندگی قرار داده، یعنی آرامش در زندگی مساوی با خود زندگی. زندگی زندگی نیست مگر اینکه در او آرامش باشه، مخصوصا زندگی مشترک، زندگی که در یک خانواده قرار است اینا پایه‌گذار یک اجتماع آرام باشه که الان توضیحش خواهد آمد. در سوره مبارکه روم هم آیه 21 فلسفه تشکیل خانواده رو و ازدواج رو خداوند متعال اونجا رسیدن به آرامش میدونه. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از آیات و نشانه های قدرت خدا اینه که از جنس خود شما برای شما همسر قرار داد تا در کنار او به آرامش برسید. زندگی مشترک چقدر اهمیت داره؟ محلی است، موقعیتی است که انسان ها از اون پدید بله، میشه به وجود بله. میاد. این زندگی که با این همه اهمیت هست میگه مساوی است با مسئله دیگری که آرامش در زندگی باشه. آرامش در زندگی مشترک این همه اهمیت داشته. این توضیح دارد که انشالله در محضرتون تقدیم میکنیم. بسیار تشکر است. سلام با شما هستیم. این بخش از برنامه را من با دو بیت شعر در وصف حضرت زینب سلام الله علیها به پایان میبرم. در عشق علامتی به جز زینب نیست، در صبر قیامتی به جز زینب نیست، آن جامعه اسمتی که زهرا پوشید، زیبنده قامتی به جز زینب نیست. Oh,
سبدی از گل احترام و ادب مجدداً تقدیم یکایک شما بزرگواران. تشکر میکنیم از همکاران عزیز و پرتلاشمان. حدیثی بسیار زیبا و نورانی از امیر المؤمنان علیه السلام با هم دیدیم و استفاده کردیم. در همین ابتدای بخش پایانی برنامه امشب من اجازه بخواهم از یکایک شما بزرگواران که دو نمبر از دو بزرگوار که لطف کردند و با برنامه در ارتباط بودند برای شما عزیزان بخوانم و انشالله به محضر استاد موسوی عزیز برخواهیم کشت. نمبر مثبت 90 534 4 شماره آخر 28 11 همزبان عزیزمان همراه کننده بسیار محترم از کشور ترکیه با برنامه در ارتباط شدن. ایشان تشکری هایی داشتن و پیشنهاداتی که همه اینها به سمع و نظر کارشناسان محترم و مسئولین محترم تلویزیون جهانی هادی رسید. انشاءالله که بتوانیم همچنان از همراهی این بزرگوار استفاده بکنیم. همچنین نمبر مثبت 93-77 4 شماره آخر 741 یک سوال شرعی داشتن که قول میتیم که انشاءالله در برنامه مخصوص پاسخگویی به سوالات احکام با حضور جناب استاد رسولی انشاءالله پاسخ ایشان به ایشان برسانیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم. همچنان در شام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و تبریک مجدد به یکایک شما زینبیون. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کردیم که یکی از مهارت‌های زندگی ایجاد آرامش. ایجاد آرامش خب بالاخره یک کار عمدی و اختیاری و نیاز به زحمت زیادی داره در زندگی. خب قرآن کریم که کتاب هدایت ما بشریت و انسان‌ها و مسلمانان هست، در این زمینه رهنمودهایی داره. خداوند متعال می‌فرماید که ببینید اصلا تنها کسی که در خانه مسئولیت ایجاد آرامش رو به صورت مستقیم دارد، می‌فرماید زوجین، یعنی زن و مرد، یعنی زن و مردن که آرامش این خانواده رو برمغان میاره. خانواده هسته اولیه شکلگیری اجتماع است. بله. اگر ما خانواده ناآرامی داشته باشیم، خانواده های ناآرامی داشته باشیم، خانواده های پرخاشگری داشته باشیم، خانواده های عصبی داشته باشیم، لزوماً جامعه آرامی نخواهیم داشت. به همین جهت است که خداوند متعال این همه روی این قضیه، یعنی اینکه حفظ آرامش در محیط خانه، ایجاد آرامش، افزایش آرامش در محیط خانواده، این همه تاکید کرده. به عبارت دیگر خواهر و برادر گرامی، هیچ وقت آرامش در زندگی از سحر و جادو و رمل و نمیدونم فرض کنید تلسم و اینا به دست نمیاد. بله. اگر در زندگیت با خانومت مشکل داری، اگر در زندگیت با شوهرت مشکل داری، برو سراغ قرآن، ببین قرآن چه راهنمایی کرده، برو سراغ کارشناسان دینی که راه منطقی اون کار رو یاد بگیری، ایجاد آرامش رو، نه اینه که بری سراغ یک دعانویس دروغوی بی سواد که کلاهبرداری میکنه، از همین طریق پول در میاره، زندگی خودش رو 10 برابر بهتر از شما میچرخانه. خب سراغ اون میره یک چیز مینویسه میده دست شما، میگه بیا برو، فردا بعد از بدتر میشه، باز برمیگرده میگه خب نشد، میگه ها فلان دار بنویسم بهتر میشه، تا همینجوری که دیگه تا انتهای داشته های مادی شما رو از شما برو باید و بعدم نسبت به دین هم شما رو بدبین بکنه و بگذاره بره دنبال کارش. استاد، عدم وجود آرامش در یک خانواده یک مشکل بسیار بزرگی است. خیلی. اما بزرگتر از این مشکل این هست که پدر و مادر، در واقع زوجین در خانواده، خودشان را مسئول عدم وجود آرامش نمیدانند و احساس میکنن که شاید مشکلات از جای دیگری. اتفاقا اینجوری نیست. بله. اتفاقا کارشناسان حتی غربی اونا هم اعتقادشون بر اینه که این تعارض هایی که به وجود میاد اینا معلول، عرض کنم خدمتون که یک سلسله تنش های روحی روانی متعددیه که در طول روز بر این افراد تحمیل میشه. حالا توضیح این قضیه رو یک وقت دیگه انشالله خواهیم داد. انشالله. مثلا خیلی وقت مشکلات کوچیکی در زندگی وجود داره که مثل یک پوت که روی مغز انسان میکوبه و انسان رو هی آزرده و آزرده و آزرده خاطر میکنه تا یک جایی بالاخره سر در میاره. مطلبی درستی هم گفته، گرچه که مثلا غیر مسلمان ولی حرف قشنگ گفته. استیون مثلا دکسون جیمیز یا همین آقا اسمش اینجوری چیزیه، ایشون یک
کارشناسی یک حرف اینجوری گفت. حالا میرسیم به اینا هم بعد از اونی که مبانی دینی خودمون رو گفتیم شاید برسیم اینا تحلیل کنیم. پس ببینید یه آرامشی که ما دنبالش هستیم در خانه اینا به واسطه خرافات به دست نمیاد، این هدیه الهی است که قرآن برای ما میگه که در سایه عشق ورزی و محبت ورزی نسبت به یکدیگر و درست و متدین زندگی کردن به دست میاد. قرآن کریم که میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، اینا رو همش هدیه الهی میدونه. و جعل 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 تکوینیه به تعبیر، محبت و رحمتی که بین زن و شوهر لازمه زندگی مشترک هست این با خرافات به دست نمیاد. خداست که این رو به شما عنایت میکنه. کی؟ در صورتی که شما این سکونت خاطر رو رعایت کنید، حفظ بکنید، آرامش زندگی رو به هم نزنید. حالا عواملی وجود دارد که آرامش زندگی انسان رو به هم میزنه که بیشتر ما میخواستیم اینو بگیم خدمت شما. بله. اگر امشب برسیم که زودتر انشالله این بحثم تا حدود جمع جور بشه، یکی از عواملی که آرامش زندگی و این سکونت خاطر رو به هم میزند و اون عشق و محبتی که بین زوجین هست رو از بین میبرد، دخالت های نابجای اطرافیان در زندگی این زن و مرد. خیلی مهم است، خیلی مهمه. ای گاه وقتی دخالت ها جنبه دلسوزی داره، مثلا مادر این مرد، مادر داماد، مادر این شوهر وقتی میبینه این پسرش از صبح رفته سر کار، مخصوصا اگه کار سنگینی داشته باشه، وقتی خسته و زله از سر کار برمیاد با این صحنه وقتی مواجه میشه، اگر مادر فهمیده ای نباشد شروع میکنه به حرف زدن، شروع میکنه به دلسوزی کردن های بیجا. خب آقا تو این همه زحمت میکشی برای کی، برای چه کسی؟ از صبح من متوجه بودم این خانم خواب بود، یا مثلا رفته با خواهر مادرش خوش گذرانده، یا مثلا رفته فلان جلسه محرفته، مثلا اصلا زیارت و نمیدونم کجا، و شما رفتی این همه زحمت کشید، بعد رو میکنه با او عروس. خب یکم شما بیا دیگه، تو زندگی یک زحمت متقبل شو فلان، از این حرفا. دخالت های مختلف، تو یک لباس این خانم لباس بهتری برتن میکنه، باز از اون بر حرف و حدیث زیاد میشه که ببین هر چقدر که این فرزند ما زحمت میکشه انگار این خانم همه رو برای خودش برمیده. بله. ببینید خیلی زیاده موارد ریز این دلسوزی های نابجا به مادر و پدری که عرایز بنده رو میشنون عرض میکنم که هیچ وقتی حتی به نیت دلسوزی برای فرزندتان چیزی بر علیه عروستان نگید. چرا؟ به خاطر این که فرزند شما روی حرفای شما حساب باز میکنه، حساسه، حرف شما رو قبول داره، شما هم قشنگ روانشناسی بچه تو بلدی چون تو بزرگش کردی، بعد میدونی که چجوری مثلا چه حرف بگی روی او تاثیر زیادی داره. وقتی حرفا رو میگی یا میره با خانمش دعواش میشه، سرصدایشون میشه، ناراحتی پیش میاد، باز همین بچه شما که اذیت میشه و ضرر کرده. تو مگر نمیخواستی بچه اذیت نشه، ضرر نکنه، آزار نبینه؟ خب بهتر، خب تو اذیت و آزار قرارش دادی. پس این یک نکته است. اگر ما میخواییم آرامش در زندگی رو حفظ بکنیم، احترام پدر و مادر رو باید حفظ کنیم. با بی‌حرمتی با بزرگترها آرامش در زندگی انسان محال قدم بگذاره. احترام پدر و مادر رو باید حفظ کرد، اما حفظ احترام پدر و مادر چی حالا در طرف از طرف شوهر چی از طرف زن، نه به این معناست که هر حرفی که اونا گفتن رو ما بهش عمل کنیم. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر پدر و مادر ما به ما در مورد زن ما یک چیزی گفت میشنویم، چشم، اما باید سبک سنگین کنیم ببینیم اینا کدومش درسته کدومش اشتباهه. چون پدر و مادر ما پدر و مادر ماست اما معصوم نیستن. خیلی وقتا ممکنه یک پیشنهادی بکنه که از نگاه ما مصلحت نباشه، ما در زندگی شخصی خودم اجراش بکنم، در این حالی که ممکن از نظر اون مفید باشه. حالا مثلا بگه شما محل زندگی رو از فلان جا تغییر بدی که نزدیک مادر خانومت بیا پیش ما، یا ما رو ببر جای زندگی خودت، مثلا هزار تا حرف دیگه. ببینید این یک نکته که ما باید از این دخالت هایی که منشأش هم نمیگیم خدای نکرده تعمد بر به هم زدن این زندگی، منشأش دلسوزی پدر و مادر، اینا رو باید راهش ببندیم در زندگی، نگذاریم که در زندگیمون زیاد شود. استاد به نظر خانواده های آرام ترند که پدر و مادرها از خوددارترند، پدر و مادرها از گفتن بعضی از مسائل حتی ریز هم ابا دارند و احسن. دوست دارد که این خانواده به حال خودش خودشان مدیریت کنند،
و حتی زندگی یاد میدن. بله. به جایی که زندگی اینها رو به چالش بکشن، زندگی قشنگ رو از اول کودکی به اینا تمرین میدن. بله. اون افراد موفقن که فرزندان خودش رو همسران موفق آینده تربیت کردن. نه اینه که یک عمر اینا رو رها کردن، هر طوری که با پرخاشگری بوده زندگی کرده، با دروغگویی زندگی کرده، با خیانت زندگی کرده، حالا که اینا در کنار یک دختر مظلوم از یک فرد دیگر قرار گرفته، این پدر و مادر میاد میخواد اینا رو زندگیش درست. بله، بله. نمیشه. بله. یک روزه که درست نمیشه. استاد حدودا دو دقیقه. بله، دو دقیقه. چشم در خدمت. این یک نکته بود. نکته بعدی که میتواند آرامش رو در زندگی ما حفظ بکند این است که ما یک فضای معنوی آرامش بخش در سایه ارتباط با خداوند متعال در زندگی ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، حالا زن و مرد در محیط خانه مدیر زندگی هستند. یکی مدیر بیرونیه که مرده، یکی مدیر داخلیه که زن خانه. بله. اینا باید یک ساعت رو برای راز و نیاز با خداوند متعال و نیایش و دعا و نماز در نظر بگیرن. چقدر آرامش بخش. خیلی آرامش بخش است. من یادم نمیره، خدا رحمت کنه در گذشتگان شما رو و همه بینندگان عزیز رو. مادر بزرگی داشته بسیاری از جاهای قرآن رو حفظ بود. یعنی من یادم نمیره خیلی از سوره های قرآن رو من از ایشون حفظ کردم. قبل از اونی که اصلا قرآن رو روخانی یاد بکنه، یاد داشته باشه. ایشون میخوان. اینا رو میخوان. بلند میخوان. همه اعضای خانواده اصلا عادت داشتن به صوت ایشون گوش میدادن. این خیلی زیبا و قشنگه. هیچ کی هم نمیگفت بابا دیگه مال ناراحت، کیف میکردیم. الان در خانه موقع نمازه. آقای محترم شما بلند شدی نماز اول وقت میخونی، خب یک سجاده دیگه هم کنار سجادت پهن کن. بله بله. بره خانم با صدای بلند بیدار نکن، با ناز نوازش بلندش کن که هر روز مشتاق این باشه که تو موقع نماز بلندش کنی از خواب. دخترت مثلا موقع نمازش یک سجاده برش پهن کن. هیچ جای دنیا بر نمیخوره به تعبیر ما، هیچ ضرری نمیکنه. بله. پسر جوان داری کنار خودت دو تا سه تا سجاده پهن کن. بچه‌ها بلند شید موقع نماز، سجاداتون آماده، من دارم شروع میکنم. چقدر زیبایی. بله. چقدر قشنگی داریم در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت. قرآن کریم میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ما خدا را، بزرگی خدا را، ذکر خدا را از زندگی خودمون خارج کردیم که در اون زندگی آرامش وجود نداره. بله. اگه همه ما تابع دستورات خدا باشیم، از خداوند متعال که آرامش مطلقه، نور و رحمت و آرامش دریافت بکنیم، زندگیمون هم روز به روز شادابتر، آرامش بخشتر خواهد بود انشاءالله. بسیار تشکر. سلام. خداوند پدر و مادر و مادر بزرگ حضرت عالی رحمت کنند انشاءالله، که اگر در قید حیات هم هستن انشاءالله طول عمر به ایشان انعطاف بفرمایید. من فکر میکنم خودم و جوانان و دوستان عزیز که برنامه رو دیدن، بعد از برنامه کلاه خودمون رو قاضی کنیم و کمی تفکر تقول در مورد نکاتی که حضرت عالی فرمودید. انشاءالله که برنامه بعد هم شما رو زیارت کنیم. در خدمت سلامت باشید. بسیار تشکر. فرصت امشب هم به پایان رسید. در شام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها فرصتی بود که دقایقی رو با شما ایزان هم نفس و همراه شویم. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم و تا دیدار بعد به دعایتان محتاج و به دیدارتان مشتاقیم.